استیل استور شما توی خیلی از موارد میتونه کمک خیلی خیلی بزرگی به شما بکنه به طور مثال ما اینجا یه مصاحبه داریم که از این بازیگر ما کات میکنیم به این بازیگر البته یه مصاحبه تلویزیونی ولی خب در صورت فرض کنیم که دو تا بازیگر هم من قراری که از ایشون کات بشه به ایشون نکتی که وجود داره اینه که اولا اگر ما بخوایم این دو تا پلان رو پشت هم ببینیم به محض اینکه من اینجا پلی رو بزنم شما میبینید که روی خود این کلیپ هی لوپ میشه یا به طور مثال اگه من روی این یکی کلیپ بیام و پلی رو بزنم روی خود این هی پخش میشه و تکرار میشه اگر شما میخواید تایم لاینتون از حالت کلیپ یعنی از حالتی که فقط یک کلیپ رو پخش میکنه به حالتی تبدیل بشه که از یه جا شروع بشه بره تا انتها و دوباره بیاد کل تایم لاین رو پخش بکنه باید بیاین توی تایم لاین و توی اینجا تاگل پلی بک مود رو بزنید همونطور که شما دیدین آت پوینت ما الان اومد اینجا و من اگه الان پلی رو بزنم از این پلان میاد و کات میخوره به این پلان اما به طور مثال من میخوام رنگ این پلان رو با این پلان مچ بکنم همونطور که شما میبینید اینجا من میتونم بیام توی استیل استور و فرزن اسم این پلان رو بزنم لیندا رفرنس و سیو رو بزنم حالا وقتی من برمیگردم به پلان رو قبلیم روی لیندا دابل کلیک میکنم من اینجا میبینم که از نظر نور این دوتا تصویر خیلی با هم تفاوت دارن علتش هم اینی که دوربین وایت بالانس درستی نشده بوده دو تا, دو تا دوربین با هم تنظیمات یکی نداشتن دو تا دوربین اصلا مال یک کارخونه نبودن یا حالا الاخر در هر صورت وظیفه ما اینجا اینه که تا جایی که میتونیم این دو تا نما رو به هم نزدیک بکنیم اینجا ما یه مبل داریم که تقریبا میتونیم ازش استفاده بکنیم به عنوان یه رفرنس من اول میام این ترانزیشن رو یه مقدار زاویهش رو عوض میکنم و جاش رو عوض میکنه مثلا دو دهم ده و زاویهش هم میتونه صفر باشه یا حتی کمتر خب اولین چیزی که به نظر ما میاد اینه که دیوار اینجا سفیده اینجا دیوار شیری رنگه و اولین مشکل و معزل ماست کلکی که ما میتونیم بزنیم می که بیایم توی جیامتری رو همونطور که قبلا خدمتتون گفتم اینو کوچیک بکنیم بیاریمش بزنیم روش روی دیوار جه که تراکم سایه نداشته باشه و تقریبا یه رنگ باشه مثل اینجا من میایم توی استیل استور فعلا دیسپلی ایمیج رو آف میکنم برمیگردم توی پرایمریزم و میبینم که دیوار من که قرار باشه قرار سفید باشه اصلا سفید نیست و هایلایت های من اینجا الان توی همچین شرایطی هستن پس طبیعتا اولین کاری که من بعد انجام بدم اینی که بیام و این دیوار رو به یه دیوار سفید تبدیل بکنم خب ما اینجا میبینیم که قرمز بیشتر از سبز و سبز بیشتر از آبی پس بیشتر از هر رنگی من الان باید آبی به تصویرم اضافه بکنم توی کدوم قسمت توی هایلایت هم همونطور که شما میبینید بالاترین قسمت تصویره پس من میام توی هایلایت و این اسلایدر رو میکشم به سمت آبی همونطور که شما میبینید یه خوره بعد البته با احتیاط باش برخورد بکنید چون خیلی تغییر کوچیک توش میتونه تاثیر خیلی زیادی بذاره خب تقریبا الان این ستا با هم لول هستن و تصویر من اگه من برگردم به جیامتری و ریست بکنم جیامتری ما میبینیم که دیوار سفید شد خب حالا من میارم توی قسمت لوما تصویرم و یه مقدار سایه هاش رو تیره تر میکنم هایلایت هاش رو روشن تر میکنم یه خورده هم میتونم میتون ها رو تیره تر بکنم که حالا تصویر به اون یکی تصویر یه مقدار نزدیک تر بشه حالا من اگر بیام توی جیام مذار بخوام توی استیل استور و دیسپلی رو بزنم شما میبینید که اینجا مبل ما تقریبا آبی و یه مقدارم قرمز توش داره اینجا خیلی سبزه البته نکته بسیار مهمی که اینجا هست اینی که این رنگ سبزی که این پشت هست یه مقدار اسپیل کرده اینجا یه مقدار ریزش داده و همونطور که شما می‌بینید بالای مبل هم سبز اینجا هاش هم یه مقداری سبز هست ولی خب اینجا تصویر ما بیش از حد سبزه اگر ما توی پریدمون نگاه بکنیم قرمزمون هم البته نسبتا توی هایلایت ها بیشتر از بقیه است ولی میتون های سبزمون یه مقداری انگار زیادن توی تصویر خب من تصویر رو میتونم یه مقدار بیشتر به سمت آبی گرایش بدم خیلی کم و یه مقدار خیلی کم هم قرمز هم رو توی تصویر بیشتر بکنیم خیلی ملایه البته شاید مقایسه کردن این دوتا با هم یه مقداری اشتباه باشه چون اون قسمت مبل یه مقدار تر بود و اینجا الان خب ما تصویر این طرف مبل رو داریم من یه مقدار توی استیل استور میام و این ترانزیشن رو بیشتر میکنم مثلا نیم و شاید اگر من این دیوار رو با هم کنترل بکنم خوب باشه و میشه قسمت این تابلو رو هم نگاه کرد خب یه خورده شاید آبی ما اینجا هنوز بیشتره یه ذره من آبیم رو بیشتر میکنم یه کوچولو تا یه خورده زیاد شد و قرمز هامم. اینجا میتونم بیام یه ذره بیشتر بکنم یه کوچولو که یه خورده حس بهتری داشته باشه خب حالا من پلی بک رو میزنم الان تصویر نظر محتوای یه مقدار حالت بهتری داره یه خورده بهتر شده البته این تصویر یه خورده تیره تره من میتونم میتون هم رو یه مقداری روشنتر بکنم توی اون تصویر ما یه مقدار تصویر روشنتری داریم دوباره میتونم استیل رو بزنم بیام اینجا و تقریبا الان میشه گفت دوتا تصویر ما البته نه صد درصد حدودا با هم یه مقدار شما باید توی ریزگاری های تصویر بیشتر کار بکنید به طور مثال الان ما ترانزیشن توی پر... توی بخوام میبینیم که سچوریشن قسمت های سبز خیلی زیاده ما پرکندگی زیاده سبز داریم اینجا اینجا یه مقدار سبزی هامون کمتر هست میتونیم بیایم اینجا یه مقدار سبزی تصویر رو بیشتر بکنیم و حالا یه سه چیزهای دیگه ولی من فکر میکنم کاربرد استیل استور رو شما بهش پی برد باشین و امیدوارم بتونید توی کارتون به خوبی ازش استفاده بکنید تنها نکته ای که مونده اینه که شما تامنیل هاتون هم میتونید از اینجا بزرگتر یا کوچکتر بکنید